هنگامی که ایتن وینترز وارد دهکده میشه، صدای آروم توی ذهنش سعی میکنه بهش هشدار بده و مانع انجام این کار بشه، اما ایتن بی‌محلی میکنه و راه خودش رو ادامه میده. چند روز پیش مردانی مسلح وارد خونش شدن، زنش میا رو کشتن و دختر کوچولوش روز رو دزدیدن. بعد از اینکه ایتن فرار میکنه، رد اونا رو میزنه و به روستای بینامونشان در اروپای شرقی میرسه، مکانی که انگار قرنها پیش درش زمان متوقف شده. اما ایتن اهمیت نمیده که کجا باید بره و چه کسانی رو باید سر راه برداره. اون هر کاری که لازم باشه رو برای نجات دخترش انجام میده. صدایی که ایتن میشنید دوباره بهش هشدار میده، اما اون حواسش به اطرافشه. اون از روی لاشه یه اسبی مرده رد میشه و به یه جاده خاکی میرسه. خونه های این قسمت شهر به نظر آماده ی فرو ریختنن. ایتن مدت هاست که هیچ موجود زنده ای رو ندیده، اما هر از گاهی رد پایی از تردد انسان ها در این مکان میبینه. سبد تخم مرغ شکسته در کنار جاده، فرغونی نیمه پر از کاه و یونجه و ردی از خون که به خونه ای در نزدیکی ایتن ختم میشه. ایتن بالای سرش رو نگاه میکنه و سر قطع شده یه چند بوز رو میبینه که مثل تزیینات کریسمس از درختی آویزون شدن. ایتن با بوی گند جهنم کاملا آشناست و این دهکده بوی گوگرد میده. یه خورده جلوتر بالای یکی از ساختمونهای متروکه ایتن چیزی میبینه که اونو سر جاش میخکوب میکنه. هیولای پشمالو که روی لبه پشت بوم نشسته. صدای درونی ایتن دوباره به اون هشدار میده، این بار با صدایی بلندتر، اما ایتن که محو تماشا و بررسی هیولا شده دوباره این صدا رو نمیشنوه. چشمهای هیولا سرد و مصممن، لبه های تیز و برنده دندونهای پیشینش از چند متری پیدان. هیولا آروم آهسته بلند میشه و میسته و اینجاست که ایتن میفهمه که هیولا لباسهای یک کشاورز رو به تن داره. اون هیولا یک حیوان نیست، یک انسانه و اینجاست که ندای درونی ایتن فریاد میزنه: فرار کن ایتن. سلام، خوش اومدید به یه ویدیو دیگه از کانال رد باز. این بار قراره درباره رزیدنت ایول ویلج یا همون رزیدنت ایول 8 صحبت کنیم. عزیزان دل، طی تاریخ بلند فرانچایز رزیدنت ایول، سازندگان بازی همیشه با یک بحران هویت روبرو بودن. از ترسوندن‌های چیپ و بیکیفیت گرفته تا وحشت روانشناختی شدید، انقدر این پله و اون پله کردن و سبک نوع وحشت غالب بر بازی رو تغییر دادن که خیلی از طرفدارها رو سرد و سردرگم کردن. اما طی سالهای اخیر کپکام تونسته در کیفیت بازی‌های این فرانچایز ثابت قدم باشه و این سری رو برگردونه به ریشه‌های همون سبک ترس و بقایی که دنیا رو عاشق این فرانچایز کرد. رزیدنت ایول ویلج حاصل همون سفر چند ساله است، اما کپکام امیدوار این بازی فراتر از یه بازی شدیداً ترسناک باشه. به خاطر همین یه تجربه اکشن اصلاح شده برای ما در نظر گرفتن که از یکی از محبوب ترین بازی های تاریخ این سری الهام گرفته. در سال 2005 کپکام سری رزیدنت ایول رو به شکلی ریستارت کرد. تا اون موقع این سری به با تأمل جلو رفتن، مدیریت منابع محدود و سبک کنترل کاراکتر یه جورایی قدیمی و از مد افتاده معروف بود. این روند تو دهه 90 خیلی مناسب و محبوب بود، اما با شروع هزاره جدید این فرمول خیلی زود قدیمی شد. رزیدنت ایول به ایده های تازه نیاز داشت و زاویه دوربین جدید و تمرکز روی ژانر اکشن در رزیدنت ایول 4 دقیقاً همون چیزی بود که این سری برای دوباره زنده شدن بهش نیاز داشت. رزیدنت ایول 4 نه تنها به عنوان یکی از محبوب ترین بازی های این سری از دید منتقدین شناخته شد، بلکه از دید خیلی ها تبدیل شد به یکی از بهترین بازی های اکشن طول تاریخ. کپکام سعی داره با رزیدنت ایول ویلج دوباره این موفقیت بزرگ رو تکرار کنه. موریماسا ساتو کارگردان بازی میگه: وقتی ما شروع به ساخت رزیدنت ایول 7 کردیم، کانسپت اولیه ما این بود که با ساختن این بازی ادای احترامی کنیم به رزیدنت ایول 1 و بر پایه اون بازی یه بازی جدیدی بسازیم که حس تازه‌ای از وحشت و بقا رو به بازیکن منتقل می‌کنه. رزیدنت ایول ویلج هم قراره همین مسیر رو طی کنه، با این تفاوت که این بار این بازی بر پایه و اساس رزیدنت ایول 4 ساخته شده و قصد داریم اینطوری ادای احترامی کنیم به این بازی و تمام تأثیرات و دستاوردهایی که برای این فرانچایز و صنعت بازی به همراه داشت. رزیدنت ایول 4 یه بازی ترسناک و اکشن بود و به صورت کلی بازی سرگرم کننده ای بود، بازی که هنوز هم بعد از این همه سال گاهی میرم سراغش. این بازی وحشت و اکشن رو خیلی خوب ترکیب میکنه و این برای من خیلی الهام بخشه. هرچه با دقت بیشتری نگاه میکنیم، بیشتر تأثیر رزیدنت ایول 4 رو روی رزیدنت ایول ویلج میبینیم.
بعضی از این تأثیرات واضحن، مثلا بازگشت فروشنده که قراره به ایتن آیتم، سلاح و آپگرید بفروشه، یا مثلا تتریس بازی کردن ایتن با قسمت اینونتوری یا همون فهرست آیتم هاش ما رو یاد رزیدنت ایول 4 میندازه که باید با چرخوندن آیتما حد اکثر استفاده رو از جای محدودمون میبردیم. بعضی از شباهت ها رو هم فقط طرفدارهای قدیمی این سری درک میکنن، مثلا اوایل ورودمون بدهکده ایتن توسط یک گروه از هیولاهای گرگنما محاصره میشه و به نظر میاد دیگه کارش تمومه که ناگهان صدای زنگی در دور دست باعث فرار هیولاها میشه. از اینا که بگذریم، کسانی که رزیدنت ایول 4 رو بازی نکردن لزوماً حین بازی کردن رزیدنت ایول ویلج احساس سردرگمی نمی کنن، چون این بازی در واقع ادامه رزیدنت ایول 7ه و همون سبک ترس و وحشت و دید اول شخص رو حفظ کرد. کپکام به ندرت در دو بازی پشت سر هم با یک کاراکتر اصلی جلو میره، اما این بار تیم رزیدنت ایول به این نتیجه رسیدن که سفر ایتن وینترز هنوز تموم نشده. در رزیدنت ایول 7 قهرمان ما ایتن از یک ملک متروکه بیرون شهر در لوئیزیانا میگذره و با انواع دشواری ها دست و پنجه نرم میکنه تا همسرش میا رو نجات بده. هرچند طی این بازی بازیکن مدت زیادی کنترل این کاراکتر رو به دست داره و به خوبی با کاراکتر ایتن آشنا میشه، اما کپکام اعتقاد داره که این کاراکتر هنوز به اون پتانسیل واقعیش نرسیده. کارگردان بازی میگه ایتن در جایگاه دوربین بازیکن قرار گرفته بود، طوری که انگار بازیکن خودش ایتن بود و این باعث شد که اونقدری که باید و شاید شخصیت ندیم به این کاراکتر. اما وقتی رزیدنت ایول 7 رو تموم کردیم، ما یه جورایی به سمت ایتن کشش داشتیم و بهش وابسته شده بودیم. خیلی از اعضای تیم سازنده نگران این بودن که چه بلایی قرار سر این کاراکتر بیاد و ادامه داستانش چی میشه، پس با عقل جور در میومد که نسخه بعدی رو هم با این کاراکتر ادامه بدیم و اینطوری به داستانش پایان بدیم. این دفعه تاکید داشتیم روی پدر بودنش. ایتن یه دختر داره به اسم روز و قراره مثل هر پدر دیگه‌ای هر کاری برای نجاتش انجام بده. متاسفانه این پدر قراره بفهمه که برای نجات دخترش باید با یه گله گرگ نمای گرسنه روبرو بشه. کپکام همچنین سعی داره در این بازی با ارائه دادن فضای بیشتری برای مانور دادن بازیکن عمق استراتژیکی بازی رو افزایش بده. حالا که ایتن راحت تر و آزادانه تر میتونه از خطراتی که تهدیدش میکنن فرار کنه، بازیکن آزادی عمل بیشتری داره و تشویق میشه تا بیشتر دنبال مکانهای قابل دفاع بگرده. حتی کپکام برای این بازی فضاهایی طراحی کرده که عمودیت بیشتری دارن و ایتن میتونه با بالا رفتن از برخی ساختمونها بین خودش و دشمنانش فاصله بیشتری ایجاد کنه یا حتی دشمنانش رو از ارتفاع پرت کنه و اینطوری اونا رو شکست بده. دشمنهای جدید رزیدنت ایول ویلج سریعتر و فرستر از زامبیهای معمولی هستن و این باعث میشه راحتتر فضاهای بزرگ رو پوشش بدن. دشمنان اصلی این بازی لایکن نام دارن. اونا گلهی شکار میکنن و حرکات روونشون هدفگیری رو برای ایتن به شدت سخت میکنه. میشه به راحتی از لایکنها به عنوان نماد این دهکده نام برد. اما در این تباهی موجودات زنده‌ای هم پیدا میشن که قصد کشتن ایتن رو ندارن، البته اگه کاری به کارشون نداشته باشیم. حیواناتی از قبیل خوک، بز، مرغ و ماهی که دنیای بازی رو فعالتر و زنده‌تر میکنن. برای اولین بار توی دنیای رزیدنت ایول ما میتونیم شکار کنیم و از گوشت حیوانات به عنوان غذا و برای آپگرید کردن ایتن استفاده کنیم، به این شکل که گوشت خام رو تحویل فروشنده میدیم و با پختن غذاهای جور و جور میتونیم قدرت، جون و سرعت ایتن رو برای همیشه ارتقا بدیم. تا به امروز بعد از هر سه بازی اصلی که از سری بازی های رزیدنت ایول عرضه شده، این سری روندش رو به کلی عوض کرده و میشه گفت دوباره متولد شده. نسخه اول زاویه دوربین ثابتی داشت، از فضاهای بسته استفاده میکرد و تمرکزش رو روی وحشت و بقا گذاشته بود. این روند تا رزیدنت ایول 3 ادامه پیدا کرد و شدت گرفت. در رزیدنت ایول 4 سبک بازی به کلی تغییر کرد. زاویه دوربین رفت روی شونه کاراکتر، با استفاده از فضاهای بازتر به بازیکن آزادی عمل بیشتری داده شد و بازی بیش از پیش روی سبک اکشن متمرکز شد. این روند در نسخه 5 و 6 هم ادامه پیدا کرد، تا جایی که در نسخه 6 بازی آنقدر روی زوایای اکشن ماجرا متمرکز شده بود که دیگر ردی از وحشت و بقا نبود.
و در نهایت در نسخه هفتم با اول شخص کردن زاویه دوربین و تمرکز روی ژانر وحشت روانشناختی و وحشت و بقا، رزیدنت ایول برای بار سوم مجدداً متولد شد. این تمایل رزیدنت ایول برای تغییر و بروز شدنه که هنوز بعد از 25 سال تونسته میلیون ها طرفدار پیر و جوان رو مشتاقانه عاشق خودش نگه داره. رزیدنت ایول ویلج تلفیقی از رزیدنت ایول 4 و 7 و ظاهرا نکات مثبت هر نسخه رو نگه داشتن و نکات منفی رو دور ریختن. اگه کپکام بتونه توازن رو بین وحشت و اکشن رعایت کنه، بیشک بهترین نسخه سری بازی های رزیدنت ایول تا به امروز رو شاهد خواهیم بود. بازی رزیدنت ایول 8 یا همون رزیدنت ایول ویلج در تاریخ 7 می عرضه میشه و میتونید واکس روی این بازی رو با جزئیات و ترجمه کامل از کانال رد باز دنبال کنید. عزیزان دل، ممنون که ویدیو رو دیدید. امیدوارم خوشتون اومده باشه، سرگرم شده باشید. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.